بله، سلام عرض میکنم. سلام دکتر، حال شما خوبه؟ مشتاق مرسی. دیدار. همچنین خیلی همچنین استفاده کردم از مطالبی که فرمودید، الان در لایف حضور داشتم. قربون شما شما، خوب هستی؟ مرسی مرسی. اگه صحبت اولی با دوستان دارید بفرمایید که بعد ما بحث شروع بکنم. خواهش میکنم، فقط تشکر میکنم از شما که این فرصت رو فراهم کردید. امیدوارم که دوستانی که به این لایو میپیوندند از وقتی که میگذارن استفاده کافی رو ببرند، به خصوص که من اولین بار هست فکر میکنم که در این ساعت لایو داشته دارم در اینستاگرام. البته با شبکه بورسان یا شبکه های دیگر بورسی مثل تیوا صبح یا ظهر چیز داشتم، لایو داشتم، ولی اولین بار است که ساعت 11 در وسط ساعت معاملات و این استقبال بی‌نظیر. واقعا خیلی متشکرم از شما، در خدمت شما هستم. مرسی مرسی از شما. بالا دلیل این که این تام انتخاب کردیم این بود که دوستان به خاطر خود ما بیان، نه از رو بیکاری که حالا ببینیم چه خبره، چی میگن تو این فضا. از محبت خیلی زیاد دوستان هست که تو این تایمی که وسط بازارم هست و خیلی هم سر کار هستن تو لایو حضور پیدا میکنن. ما میخوایم آقای دکتر از تخصص شما استفاده بکنیم، ریشه یه سری از مواردی که توی این 4-5 دهه اخیر اقتصاد این کشور رو به شدت فرسوده کرده رو ریشه‌یابی بکنیم. حالا من احتمالاً دیدی تو روزهای اخیر یه گزارشی منتشر شد که ایران پنجمین ذخایر زیرزمینی دنیا رو داره و از نظر ساختار اقتصادی وقتی شما مقایسه میکنید میبینید ما تو اون چند تا آخر هستیم و عملا حرفی برای گفتن هم نداره. موضوعی که برای امروز انتخاب کردیم بحث تورم هست، مقوله‌ای که خیلی خیلی جای بحث داره، ولی ما میخوایم توی اصلا یه بحث حدود یک ساعت ابعاد تورم رو آنالیز بکنیم و ارتباطی که با بازارهای دیگه داره رو مورد بررسی قرار بدیم. من میدونم مخاطبین ما طیف‌های مختلفی هستن، هم فعالین بازار سرمایه هستن، هم افرادی هستن که به نوعی اطلاعات اقتصادیشون حداقلی هست. من خیلی مشتاقم که در ابتدا شما بخاطر اینکه استاد دانشگاه هم هستید تو این زمینه بسیار فعال هستید، با یه سری تعاریف اولیه شروع بکنیم که اون دوستان هم اطلاعات اولی به دست بیارن، بعد بریم سراغ مباحث فنی‌تر. به خاطر همین اولین پرسشی که از شما دارم اینه که اصلا به ما بگید که مفهوم تورم چیه و چرا تو یک ساختاری تورم ایجاد میشه و مدل‌های مختلفی که برای تورم وجود داره، مثل میگن شرایط رکود تورمی ایجاد شده و سایر اقلام دیگرش، یه توضیح اولی بفرمایید بعد بریم سراغ مباحث اصلی. احسنت بر شما. اولا من اجازه بفرمایید که تایید کنم جمله‌ای رو که در مقدمه شما فرمودید. ببینید، من برداشتم این است که بخش عمده‌ای از ایرانیان آگاه نیستند که حجم ثروت نهفته‌ای که در ایران وجود داره تا چه حد هست، به خصوص اگر این ثروت نهفته رو به صورت سرانه در نظر بگیریم. یعنی وسعت مثلا یک کشوری مثلا روسیه، مثل کانادا، مثل چین، مثل ایالات متحده، خب این وسعت باعث میشه که مثلا از ذخایر معدنی بالاتری برخوردار باشن، یا مثلا کشوری مثل برزیل. بعد این 3-4 تا کشور اگر شما کنار بگذارید، بعد جمعیت این کشور هم که ملاحظه کنید خیلی بالاتر از کشور ما هستن. ببینید، ما مثلا از نظر ذخایر گاز کشور دوم دنیا هستیم، احتمالا امسال تابستون با مشکل برق به شدت مواجه خواهیم بود، احتمالا امسال زمستون با مشکل گاز مواجه خواهیم بود. ولی واقعیت این است که ما کشور دوم دنیا از نظر گاز هستیم، کشور فکر میکنم چهارم دنیا از نظر ذخایر نفت هستیم، از نظر ذخایر هیدروکربن کشور اول دنیا هستیم، بدون شک بدون شک کشور اول دنیا هستیم. بقیه کشورهایی که نفتخیز هستن معادن ندارند، ما معادن بسیار گسترده‌ای داریم. یا بعضی ها موقعیت سوق‌الجیشی ندارند، ما بهترین موقعیت استراتژیک رو در دنیا داریم. الان اگر که شما مپ و نقشه مرکز ثقل تجارت جهانی رو شما در نظر بگیرید، تقریبا از بالای ایران میگذره. یعنی الان ایران مرکز ثقل تجارت جهان، دقت میفرمایید. این هم ساده نیست. یا مثلا از نظر سرمایه تاریخی که این کشور داره، خب بعضی از کشورها آثار باستانی میسازن دیگه، دقت میفرمایید. همسایه ما مثلا میرن مثلا 12 میلیارد دلار فقط در یک دیستریکت، در یک منطقه محدوده هزینه میکنن که توریست جذب کنن. ما اصلا اینجا اصلا فقط کافیه بیام نشون بدیم خرابه های
مثلا بسیاری از نقاط کشور رو این برای ما ممکنه عادی باشه، برای مردم جهان خیلی ارزشمنده. به عنوان مهد تمدن یا گهواره تمدن شناخته میشیم در دنیا. دقت میفرمایید با این فرصت هایی که در کشور ما هست، با این ثروتی که در کشور ما هست، ضعف مدیریت، سوء مدیریتی که ما داشتیم در این چند دهه گذشته فاجعه بار بوده. یعنی هیچ کشوری رو من در جهان نمیشناسم که اینطور، البته شاید عرض کنم ونزوئلا شاید وضعیتی بدتر از ما داشته، ولی به جز ونزوئلا حتی من نمیتونم بگم زیمبابوه مثلا نسبت منابعی که داشته مثلا از ما بدتر عمل کرده، یا آرژانتین از ما بدتر عمل کرده، یا مثلا الان ترکیه داره بد عمل میکنه، ولی شما ببینید الان ترکیه از بسیار عقبتر از ما بود، الان دو برابر ما درآمد سرانه داره. فقط اینو خدمتتون عرض کردم که بدانید که در کجا داریم زندگی میکنیم، با چه شرایطی. و مسئله بعدی که سوالی خوبی رو که مطرح فرمودید و کمتر پایه‌ای به مسائل پرداخته میشه این هست که تورم چیست و برداشت عموم مردم و بخش بزرگی از اقتصاددانان در مورد تورم اشتباهه. و همین باعث میشه که شما وقتی که درد رو نمیشناسید، وقتی که بیماری رو نمیشناسید، خب به سراغ درمان هم نمیرید، تحلیل درستی هم ندارید. ببینید تورم به حالتی گفته میشه که سطح عمومی قیمت ها افزایش پیدا میکنه، متوسط قیمت ها افزایش پیدا میکنه. دقت میفرمایید این فرق داره با اینکه یک قیمت خاص بالا یا پایین بره، و اینا در تعارض با هم دیگه قرار میگیرند. این یک نکته خیلی مهمی هست که افراد بهش توجه ندارن و موجب کج‌فهمی شده در کشور ما. دقت میفرمایید حکایت برای بنده خیلی سخته در مورد تورم صحبت کنم، در حالی که من تخصص ویژه در این زمینه دارم، حتی یک دوره‌ای رو ایجاد کردم، ان شاءالله دوباره حتی به روزش خواهم کرد و مجددا در چند ماه آینده این دوره رو ارائه خواهم داد تحت عنوان سیاست‌گذاری مدرن پولی. در عرض حدود 20 ساعت همه نکاتی که لازم هست برای اینکه شما تورمتون رو بیارید زیر 20% رو، ببخشید زیر 2% رو، من توضیح دادم در این دوره، و مطالب خیلی بیشتری در مورد تحلیل سیاست‌گذاری پولی و تحلیل اقتصاد پولی که اتفاقا به درد تحلیل کشورهای دنیا هم میخوره. یعنی مثلا کسانی که از من سوال میکنن مثلا در بازار فارکس حضور دارن، که من توصیه نمیکنم بازار بورس خودمون به این خوبی ما بریم تو بازار فارکس با اون ریسک خیلی بالا لورج بگیریم، پولمون رو از دست بدیم. نمیدونم، این بالاخره یه تصمیمی است که بسیاری از جوانان میگیرند، ولی من توصیه‌ام این هست که اگر خواستید سرمایه گذاری کنید، بهتر از بازار بورس ایران در شرایط فعلی پیدا نمی‌کنید. علی ای حال، ولی اگر خواستید تحلیل اقتصاد جهانی داشته باشید، باید همین مسائل رو بدونید، باید تورم رو بدونید، باید سیاست‌گذاری پولی رو بدونید. خب حالا پس مسئله به اینجا رسید جناب آزادی عزیز. ببینید مسئله به اینجا رسید که سطح عمومی قیمت‌ها با هم برابره. یک متوسطی از قیمت‌ها که بگیریم، اگر این متوسط رو به رشد هست، ما میگیم این کشور دچار تورم شده. این بده یا خوبه؟ اگر همه قیمتا با هم دیگه بره بالا فرقی نمیکنه. یک متغیر اسمیه، یک متغیر ظاهریه. دستمزد شما مثلا 20% رشد میکنه، تورم هم 20% رشد میکنه. این مخصوص کشوری هست که دولت سرکوب قیمتی انجام نمیده. اگر سرکوب قیمتی انجام ندهند، درد ناشی از تورم خیلی کاهش پیدا میکنه، در واقع خسارت ناشی از تورم خیلی کاهش پیدا میکنه. اما اگر که سطح عمومی قیمت ها، متوسط قیمت ها افزایش پیدا کرد، یه سری قیمت ها رو ثابت نگه داشتی، یه سری قیمت ها بیش جهش کرد و بیشتر افزایش پیدا کرد، مثل کشور ما، اون وقت شما با مشکلات جدی مواجه خواهید شد. کشور دوست و برادر ما ونزوئلا کاری که انجام داد این بود که دقیقاً مثل ما قیمت بنزین رو ثابت کرد، حتی وقتی که به تورم چند میلیون درصدی رسید. اگر که قیمت بنزین رو افزایش میداد، احتمالاً در واقع اون اقتصاددانان یا سیاست گذارانی که این کارو میکردن احتمالاً محکوم میشدن به اینکه سیاست‌های در جهت خدمت مردم رو پیش نگرفتن. دقت میفرمایید تورم نمیدانستیم در اقتصاد، شاید 50 سال پیش 60 سال پیش مردد بودیم که آیا تورم به نفع اقتصاد یا به ضرر اقتصاده. تورم یک پدیده مدرنه جناب آزادی. ببینید تورم در دنیای ما قبل مدرن، ما تورم نداشتیم، داشتیم به یک نحو دیگری بوده. چگونه بوده؟ ببینید اینطور بوده که وقتی جنگ میشده یا خشکسالی میشده، یعنی مقدار کالاها در اقتصاد کاهش پیدا میکرده، پول چی بوده؟ پول مثلا طلا بوده، نقره بوده، پول فلزی بوده. دقت میفرمایید این مقدار پول کاهش پیدا نمیکرده، مقدار کالا نصف میشده، قیمت کالا دو برابر میشده، جنگ تموم میشده، خشکسالی تموم میشده، مقدار کالا به سطح قبلی برمیگشته، قیمت هم به سطح قبلی برمیگشته. بنابراین تورم گذرا در دوران قبل از مدرن
داشتیم به یک دلیل دیگری، ریشه دیگری داشته. ولی از زمانی که خلق پول مدرن به وجود آمد، از زمانی که هزینه خلق پول به شدت کاهش پیدا کرد در اقتصاد، ابتدا به دلیل اینکه به جای اینکه شما سکه ضرب کنید می اومدید کاغذ منتشر می کردید، پس هزینه نشر اون اسکناس بسیار کم بود نسبت به سکه طلا یا نقره یا نقره. و بعد هم اتفاقی که افتاد این بود که ما رسیدیم به مرحله پول الکترونیک. بخش عمده الان در ایران حدود 2% کل نقدینگی کشور اسکناس و مسکوکه. 98% اعدادی است که در داخل کامپیوترت بانک هست. دقیقا میکنم شما با کارتتون وقتی کارت میکشید، این پول فیزیکی که نیست. به وجود آوردن و خلق این نوع پول در واقع الکترونیک هزینه صفره. بنابراین هزینه خلق پول به شدت کاهش پیدا کرده. وقتی هزینه خلق پول کاهش پیدا میکنه، اگر که محدودیت و ریستریکشن کافی ما روی خلق پول نگذاریم، پول زیاد میشه، به اون میزان کالا در جامعه نیست، به اون میزان فرصت سرمایه گذاری در جامعه نیست، بنابراین سطح عمومی قیمت ها افزایش پیدا میکنه. حالا باز اگر سوالی باشه من در خدمتتون هستم، بیشتر توضیح خواهم. بسیار عالی، خیلی خیلی عالی توضیح. میتونید به من بگید که توی ایران در حال حاضر عمده دلایلی که باعث میشه تورم ایجاد بشه کدوم مواد، اگه بخوام مثلا 4-5 تا اصلی رو بگیم؟ بله، ببینید برداشتی که مردم و دولت مردان ما دارند اینه که وقتی قیمت بعضی از کالاها افزایش پیدا میکنه، این موجب تورم میشه. یعنی حتی تعریف تورم رو درست نمیدونن دیگه. درست. دقت میفرمایید. بنابراین مثلا یه چیزی که من الان فکر میکنم در لایو ما که یه چیزی حدود 2000 نفر حضور دارن، شاید بخش عمده از افرادی که در لایو باشن مثلا معتقد باشن که در گذشته هر بار قیمت بنزین افزایش پیدا کرده موجب تورم شده. واقعیت این هست که وقتی که آثار دلایل اصلی تورم رو شما در نظر میگیرید، افزایش قیمت بنزین هم در نظر میگیرید، میبینید که افزایش قیمت بنزین چه بسا نه فقط موجب افزایش تورم نشده، بلکه موجب کاهش تورم هم شده است. دقت میفرمایید، ببینید چقدر تفاوت دیدگاه وجود داره، چقدر کار بنده به عنوان معلم اقتصاد مشکل هست که توضیح بدم در کشور ما چه چیزی عامل تورم شده. چون برداشت این هست که افزایش قیمت نسبی موجب تورم میشه، در حالی که فقط و فقط یک قیمت نسبی هست که ممکنه سیگنال تورمی بده و انتظارات تورمی رو به وجود بیاره. اما دلیل اصلی تورم در همه دنیا این هست که مقدار پول یا مقدار رشد پول نسبت به مقدار کالا و خدمات در جامعه یا نسبت به رشد کالا و خدمات در جامعه فزونی پیدا میکنه. دقیق میفرمایید، یک مقدار پول دارید، یک مقدار کالا دارید، این پول 10% رشد میکنه، مقدار کالایی که دارید 5% رشد میکنه. خب پس یک ناترازی این وسط شکل میگیره که در نهایت منجر به این خواهد شد که 5% کالاهای شما رشد کنند. دقیق میفرمایید. حالا سؤالی که ممکنه مطرح بشه این هست، ببین البته یک نکته خیلی مهم رو باید خدمتتون عرض کنم که لابلای کتاب‌های اقتصادی پیدا میکنید، خیلی واضح نیست حتی برای اقتصاددانان، و اون این هست که حالا بر فرض هم شما مقدار پولی که داخل جیبتون هست افزایش پیدا کنه، آیا این لزوماً در کوتاه مدت به افزایش قیمت‌ها منجر میشه؟ پاسخ این است که خیر، در کوتاه مدت ممکنه به افزایش قیمت‌ها منجر نشه. مثال میزنم، یک مثالی که من فکر میکنم بد نیست که جناب بزرگان اقتصاد در دنیا، آقای منکیو، آقای بلانچارد، اینهایی که کتاب‌های اول اقتصاد کلان را منتشر کردن و بنده افتخار این داشتم که سال گذشته هر دو کتاب رو، یکی در واقع در سال 2019 منتشر شد، یکی 2021، یکی در دانشگاه MIT، یکی در دانشگاه هاروارد، هر دو رو به مدت 130 ساعت تدریس کردم. و پیش از من میدونید که کتاب‌هایی که در ایران تدریس می‌شد مربوط به 50 تا 30 سال پیش بود. یعنی این علمی که الان داره تدریس میشه اصلاً واقعا خیلی فاصله داره، در علمی که در ایران تدریس میشه با اون چیزی که در دنیا تدریس میشه. ولی من فکر می‌کنم خیلی جالب باشه اگر آقای بلانچارد و آقای منکیو کیس ایران رو بیارن در کتابشون به عنوان یک کیس استادی، یک بررسی موردی در نظر بگیرن. سال 1393 تا سال 1397 به مدت 4 سال رشد نقدینگی، رشد پول بسیار بالا داشتیم ولی تورم نداشتیم، تورم نزولی بوده و خیلی در سال 1396 بسیار کاهش پیدا کرده. دقیق میفرمایید چگونه ممکنه این اتفاق بیفته؟ خیلی راحته. ببینید شما اگر که پول داخل جیبتون، شما مثلا تا ماه پیش مثلا ماهی مثلا 5 میلیون تومان دریافت میکردید، از این ماه 10 میلیون تومان دریافت کنید،
خب آیا شما تو خیابون راه میافتید به هر کس میرسید میگید آقا من پول حقوقم دو برابر شده، من باید بیشتر به شما پول بدم؟ مثلا میرید گوشت بخرید میگید که مثلا اون در واقع قصاب میگه آقا مثلا گوشت کیلو 120 تومنه، میگید نه من 240 تومن میدم چون حقوقم افزایش پیدا کرده، اینجوریه؟ یا اینکه مثلا شما تو تاکسی میشینید بعد میگه که مثلا 5000 تومن بده، میگید نه من 10000 تومن میدم چون حقوقم افزایش پیدا کرده؟ نه اینطور نیست. ببینید وقتی مقدار پول در جامعه افزایش پیدا میکنه باید یک لحظه خاصی اتفاق بیفته، یک روز رستاخیزی وجود داره که در این روز رستاخیز هم خریدار هم فروشنده به این نتیجه میرسن که قیمت میتونه افزایش پیدا کنه. دقت میفرمایید؟ حالا مسئله اینجاست که اگر به مقدار کافی حجم پول رشد نکرده باشه این افزایش قیمت به رکود منجر میشه. اگر به میزان کافی قبلا رشد کرده باشه حجم پول، خب الان این در واقع جرقه‌ای هست که یک خیمه رو میتونه آتش بزنه، یک انبار باروت رو میتونه آتش بزنه، چیزی که در سال 97 و 98 اتفاق افتاد. تا سال 97 تا نیمه اول سال 97 تورم 8% بود. وقتی من به مسئولین امر عرض کردم که شما ممکنه با ابر تورم مواجه بشید، واقعا خیلی محترمانه برخورد میکردن، البته لبخنداشو مشخص بود، ولی اینکه اصلا بد و بیراه نمی گفتند، نمی خندیدند، باز خودش جای یعنی کاملا برای این عزیزان، چون مطلقا اقتصاد نمی دونند، مسئولین ما چپ و راست نداره، اصلاح طلب و اصولگرا نداره، مطلقا اقتصاد نمی دونند. و واقعا باور بفرمایید بخش عمده سران کشور در سال 1397 برداشتشون این بود که 2 ماه بعد 6 ماه بعد از تورم 8% میریم به تورم 0 و جشن میگیریم و اعلام میکنیم به دنیا که اقتصاد نیولیبرال شکست خورد و ما تونستیم با مدل سنتی بومی خودمون به پیروزی بزرگی برسیم. ولی واقعیت چیز دیگری بود. واقعیت این بود که به شدت تورم اون زمان افزایش پیدا کرد. چرا تورم افزایش پیدا کرد؟ چون ما یک انبار باروتی به وجود آورده بودیم که وقتی که قیمت ارز شروع کرد افزایش پیدا کردن، وقتی که تحریم ها برگشت یک جرقه ای زده شد. این جرقه اگر در اتاق خالی زده بشه هیچ تأثیری روی تورم نداره. بنابراین شما در خیلی از کشورهای جهان ممکن انتظار تورمی به وجود بیاد، اما انتظار تورمی به تورم نینجامد. مثال دیگه خدمت شما میزنم، خیلی مثل روز برای شما روشنه. در آبان سال 1398 اگر خاطرتون باشه قیمت بنزین افزایش پیدا کرد. این قیمت بنزین موجب ناآرامی شد، موجب آشوب شد، موجب شورش شد، موجب نارضایتی خیلی زیاد شد. هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که افزایش قیمت بنزین به افزایش انتظارات تورمی نینجامیده. این رو من فکر کنم شما تصدیق میفرمایید، درسته؟ یعنی در سال 98 وقتی که اون مسائل شورشای سال 98 به دلیل افزایش قیمت بنزین شکل گرفت، برداشت عمومی این هست که انتظارات تورمی افزایش پیدا کرده بود. اما چون بخشی از اون انباشت نقدینگی قبل از آبان 98 به تورم منجر شده بود، اصلا تأثیر افزایش قیمت بنزین بر روی نرخ تورم دیده نمی شود. بنابراین شما میتونید انتظار تورمی داشته باشید اما به هیچ وجه تورم نداشته باشید، یا می توانید انباشت نقدینگی داشته باشید ولی در کوتاه مدت تورم نداشته باشید. منتها وقتی انباشت نقدینگی دارید، 1 سال 2 سال 3 سال یا مثل کشور ما حتی تا 4 سال ممکنه که شما بتونید تورم رو کنترل کنید. بعد از 4 سال میدید وارد یک فازی میشید که الان از سال 97 تا الان که سال 1401 هست، 98 99 1400 1401، 4 سال است که ما وارد فاز تورمی شدیم. پس علت تورم دو چیزه. تورم به قول آقای فریدمن پدیده ایست پولی و تنها پدیده ایست پولی. دقیق میفرمایید؟ پس واقعا پدیده پولیه، یعنی باید پول به وجود، باید پول حاضر باشه تا تورم داشته باشیم. پول شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست. در کنار پول ما احتیاج به انتظارات تورمی داریم. اینها هر دو با هم دیگه عمل میکنن. وقتی پدیده ها چند علل وجودی دارن معمولا تحلیلش مشکل میشه. بعضی از افراد میچسبن به انتظارات تورمی، بعضی از افراد میچسبن به انباشت نقدینگی و خلق پول و هیچ کدوم به نقطه مشخصی نمیرسند. خب حالا ما باید بعد بریم یک مرحله جلوتر، بگیم که حالا اگر که مثلا انباشت نقدینگی وقتی که مخصوصا رشد نقدینگی بیشتر از رشد در واقع تولید کالا و خدمات هست، اگر این موجب تورم میشه
بریم ببینیم که چرا رشد نقدینگی در کشور ما اینقدر بالاست. دقیق می‌فرمایید. حالا برای این مسئله باید بدونیم که نقدینگی یعنی پولی که داخل نظام بانکیه. عرض کردم 2% نقدینگی و بانک مرکزی به وجود میاره که اسکناس و مسکوکه. یک بخش عمده نقدینگی تحت عنوان پایه پولی رو بانک مرکزی به وجود میاره. این پایه پولی فقط در اختیار نظام بانکی قرار میگیره. این پولی که در اقتصاد میگرده و در جریان هست، این پول یک نقدینگی است که نظام بانک‌های تجاری به وجود آوردن. حالا سوال اینه که چرا نظام بانک‌های تجاری نقدینگی بالا به وجود می‌آورند؟ پاسخ این هست که اولش این هست که هیچ گونه نظارتی بر نظام بانکی نیست. دقیق می‌فرمایید. اصلا ما آزادترین، لیبرالترین نظام بانکی رو در دنیا داریم. حالا ممکنه که مثلا در زیمبابوه و ونزوئلا به این صورت بوده باشه یا در برخی از کشورهای آفریقایی هم اینطوری بوده باشه، ولی بعیده در دنیا. حالا کشوری که اقتصاد 20 دنیا هست، کشوری که منابعش به شما فرمودید که رتبه 5 در دنیا از نظر ثروت منابع طبیعی داره، اینقدر بد عمل میکنه که اصلا نظام بانکی هیچ گونه محدودیتی روش نیست. به دو صورت نظام بانکی الان داره خلق پول میکنه، به یک صورت هم قبلا خلق پول میکرده. یکی این هست که نظام بانکی دولت، بانکهای دولتی رو مجبور میکنه به دولت وام بدهند. خب بانکهای دولتی به دولت وام میدن، بعد در بازار بین بانکی کم میارن، یعنی این وام از هیچ پول خلق میکنه در اختیار دولت قرار میدن. خب این باید پاس بشه دیگه، مثل یک چکی که تاجر میکشه، پول نداره داخل بانک، میره بانک، اون وقت مشکل پیدا میکنه. منتها اینجا وقتی که پول کم میاره، بانک مرکزی میگه که آقا من که نوکر مردم که نیستم، من عضو هیئت دولتم. رئیس بانک مرکزی میگه این بانک مرکزی نیست، این صندوق اعانه دولتیه. بنابراین این چک های بی محلی که در واقع دولت بانک های دولتی رو مجبور کرده بکشن، بانک مرکزی پاس میکنه. البته خیلی خنده داره، بانک ها هم جریمه میکنه، یعنی این دیگه اصلا جوکیه. دقت می‌فرمایید، دولت بانک‌های دولتی رو مجبور می‌کنه که شما بیاید خلق پول انجام بدید، در اختیار من پول قرار بدید. بعد بانک مرکزی میگه که خب شما چرا خلق پول کردی، چرا پول در اختیار دولت قرار دادی، من جریمت می‌کنم. به جای نرخ سپرده قانونی 10%، اون بانک مشهور دولتی باید مثلا چیز حدود 13% نرخ سپرده قانونی نگه داره. بعد دولت باز بانک‌ها نمیتونن این نرخ سپرده قانونی رو در واقع تأمین کنند، باز دوباره اضافه برداشت بیشتر میارن. بعد بانک مرکزی میگه باشه من دوباره تو رو جریمه میکنم، ولی این جریمه رو خودم پرداخت میکنم. بعد تعجبم میکنند، میگن که خب چرا این عمل نمیکنه، لابد علم اقتصاد مشکل داره. نه عزیز من، شناخت تو از علم اقتصاد مشکل داره. دقیقا این کاری که شما ها میکنید در بانک مرکزی، این اصلا جوکه. در کجای دنیا ما چنین وضعی داریم؟ اون از نظارت بانکیش، این از خلق پولی که انجام میده. خب یه سری بانک خصوصی هم داریم، حالا اینا به هم ایر میدن. دقیقا یه سری میگن بانک خصوصی باید تعطیل بشن. نه، بانک خصوصی هم داریم، مثل بانک خاورمیانه، به نحو احسن عمل کرده، 1% هم تاثیر توی تورم نداشته. من با این بانک اصلا هیچ ارتباطی هم ندارم، خدمتتون عرض کنم. هیچ وقت هم از بنده دعوت نشده مشاوره ای داشته باشیم، چیزی فکر نکنید رابطه ای وجود داره. من عرض میکنم نه، یک بانکی نسبت کفایت سرمایه‌اش رو رعایت میکنه، وقتی وام میده تحقیق میکنه به درستی وام میده. یه بانکی هم داره مثل بانک آینده به خودی وام میده. دقت میفرمایید؟ خب این بانکی که میاد وام مرتبط به وجود میاره، بانک رو به وجود میاره، بعد خودش پول چاپ میکنه در اختیار خودش قرار میده. کجای دنیا اینجوری بانک داری کردن؟ دقت میفرمایید؟ پس این که نظام بانکی ما وام ایجاد میکنه در اختیار خودی ها قرار میده که بخورن چاقچن، و این که نظام بانکی ما وام در اختیار دولت قرار میده که هیچ وقت پس نده، این دلیل اصلی تورم بوده. حالا اگر سوالی دارید بفرمایید، چون تموم نشده. بعد باید بیشتر خدمتتون توضیح بدم که در گذشته چه اتفاقهای دیگری هم افتاده. بسیار عالی. میخوام شما اونا رو توضیح بدید، بعد چون من یه خورده باید فاز سوال رو عوض بکنم. احسن. چشم. ببینید، فقط بعد این مسئله نیست. در سالهای مختلف دلایل دیگری تورم داشته. کشور ما، جمهوری اسلامی ایران، قبل از اینکه جمهوری اسلامی هم ایجاد بشه، از 1350، یعنی از وقتی که اقتصاددانان دلسوزی که در رژیم گذشته بودن از همه کارا برکنار میشن، منزوی میشن، اقتصاددانانی که در دهه 40 ایران رو صنعتی کردن، در دهه 40 متوسط نرخ تورم یه چیز حدود 2% بوده، متوسط رشد اقتصادی در یک دهه یک چیزی بالای 10% بوده. تازه برخی از سیاست‌های اقتصادی مورد تایید نیست، مثل مثلا اصلاحات ارضی.
علارغم اینها معجزه اقتصادی ایران در دهه 40 در تمام دنیا بی‌نظیر بوده. از دهه 1350 اون روند متوقف میشه. دقیق میفهمید روند جدیدی به وجود میاد. این حالا طولانی ترین دوره تورمی تاریخ بشریت رو در کشور ما ایجاد کرده. یعنی اگر ایران مثلا در ویکی‌پدیا در گینس ثبت میشه که ایران اولین کشوری بوده که در دنیا به وجود آمده و هنوز پابرجاست، یعنی ما یه سری رکورد جهانی داریم. رکورد جهانی طولانی ترین دوره تورمی تاریخ بشریت به ایران تعلق پیدا میکنه. چگونه؟ این مسئله دیگری است. این برمیگرده به بودجه ریزی دولت. از دهه 1350 چون ما آتش توسعه داشتیم، شاید با نیت‌های خیر، بعد از انقلاب هم آتش توسعه داشتیم و این به یک فاجعه منجر شده و اون این بوده که وقتی که دولت ارز حاصل از در واقع نفت میفروخت، این ارز حاصل از فروش ثروت رو میومد میفروخت به زور به بانک مرکزی. بانک مرکزی که از خودش پولی نداره که، ولی بانک مرکزی به راحتی میتونه عدد تایپ کنه داخل کامپیوتر، پول ایجاد کنه، در اختیار دولت قرار بده. در عرض چند، فکر میکنه چند دقیقه طول میکشه این پول چاپ بشه؟ زیر یک دقیقه، چند ثانیه. مثلا دولت 100,000 میلیارد تومان احتیاج داره، میشه 100,000 میلیارد تومان، میشه 1,000,000 میلیارد ریال. دقیق فرمایید 1,000,000 میلیارد ریال، 1 مینویسه، 6 تا صفر میذاره، 9 تا صفر میذاره، این شد ریالی که در اختیار دولت قرار میگیره. دولت بلافاصله اینو خرج میکنه، این عددی که تایپ شده در نظام بانکی پخش میشه. پس دولت یه حساب در بازار بین بانکی نزد بانک مرکزی داره، هر کدوم از بانکای کشور هم یک حساب در بازار بین بانکی در اختیار دارن. دولت وقتی حقوقا رو تقسیم میکنه، اون 100,000 میلیارد تومان میاد در این حساب‌ها پخش میشود. پس بنابر این مانده سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی دفعه بالا میره. من دیدم یکی از اساتید برجسته اقتصاد ایران یه بار دیدم داشت تدریس میکرد، البته انشالله که بگذاریم. حالا ایشون میگفت که مثلا این سپرده قانونی اینطوریه که مثلا بانک‌های تجاری میرن یه پولی ور میدارن، میرن به بانک مرکزی تحویل میدن که این سپرده قانونیش افزایش پیدا کنه. خیلی فاصله داشت با اون واقعیتی که وجود داشت، خیلی تحلیلشون و شناختشون از نظام پولی مشکل داشت. مسئله اینجاست که خود بانک مرکزی باید پول ایجاد کنه، در بازار بین بانکی به جریان بیاندازد. دقیق میفرمایید اون پولی که نظام بانکی خلق میکنه در اختیار من و شما قرار میده، اون پول رو نمیتونه به بانک مرکزی تحویل بده. دقیق فرمودید. خب حالا پس این پولی که داخل بازار بین بانکی بوده، در اختیار نظام بانکی بوده، به دلیل فروش نفت و به دلیل تحمیل ارز نفتی به بانک مرکزی به شدت رشد کرده. بانک‌ها نگاه کردن میبینن که من هر چقدر وام بدم بنزه کافی پول در بازار بین بانکی دارم. دقیق میفرمایید. حالا روز اول بانک‌ها متوجه این قضیه نبودن، کم کم متوجه شدن اصلا احتیاجی نیست که اعتبار سنجی انجام بشه، احتیاجی نیست مشتری درست حسابی پیدا کنن برای که بهش وام بدن. به هر کس وام دادن، بعدن در بازار بین بانکی خود به خود پولشون افزایش پیدا میکنه. میدونید مثل پسر حاجی میمونن نظام بانکی ما، که پاپا هر روز مثلا آقازاده، آقا هر روز برای آقازاده پول میریزه به حساب. دقت میفرمایید که مثلا بره خریداشو انجام بده، خود بالاخره از مواهب زندگی بشری چی بکنه، زیاد آبروریزی نکنه. دقیق میفهمید هر روز داره پول میاد به حسابش، هر چی خرج می، اولا اینجوری نبوده که ول خرج باشه، ولی بعدا متوجه میشه هر چقدر خرج کرد مشکلی پیش نمیاد. بعد این میشه که بانک دولتی هر چقدر لازم باشه به دولت وام میده، بانک خصوصی هم هر چقدر لازم باشه به دوستا و آشناها و در واقع اعضای هیئت مدیره و بستگان اعضای هیئت مدیره و مالکان بانک وام میدهن. دقیق میفهمید. عرض کردم خدمتتون هیچ گونه نظارتی هم بر نظام بانکی در کشور ما وجود نداره، اصلا اجازه نظارت وجود نداره. یعنی درسته بانک مرکزی یک معاونت نظارتی داره، ولی این معاونت نظارتی از نظر حقوقی هیچ قدرتی نداره. هر کاری بکنه، اگر بانک میتونه معاونت نظارتی رو به دادگاه بکشه، بارها و بارها این اتفاق افتاده. نه بانک، مؤسسه اعتباری که اصلا معلوم نیست قانونی بوده یا نبوده، دستگاه نظارتی بانک مرکزی رو به دادگاه کشیده، محکوم کرده، حکم جلب مأمور بانک مرکزی رو دریافت کرده. دقت میفرمایید اینها رو نمیدن تو اخبار بگن. اصلا یک فاجعه کشور ما در زمینه کنترل تورم و کوچکترین، من اینجا به جرأت خدمت شما عرض میکنم، کوچکترین از مهمتی نه در دولت گذشته نه در این دولت در زمینه کنترل تورم وجود نداره.
اگر واقعا دولتی بخواد کنترل تورم کنه، نمیاد شو آف کنه که ما تعزیرات داریم، ما قیمت گذاری داریم، ما قیمت تثبیتی داریم. اگر بخواد تورم رو کنترل کنه، میره از متخصصش میپرسه، تورم رو کنترل میکنه. پس این ارز نفتی که میتونست موجب افتخار ما باشه، میتونست کشور ما رو نجات بده، میتونستیم جناب آزادی، من در لایوهای دیگه هم عرض کردم اینو خدمتتون، فقط اینجا هم عرض کنم، فقط ارز 4200 که از به نام ارز جهانگیری، از اون روزی که این آقا اومده اعلام کرده که ارز تک نرخی شده و 4200 تا امروز 4 سال گذشته، در این 4 سال 70 میلیارد دلار ارز دادیم که مثلا ماکارونی داشته باشه، ماکارونی ارزون باشه، روغن خوراکیمون ارزون باشه. 70 میلیارد دلار قبلش مثلا ارز دادیم برای کاغذ، دقیق فهمید که مثلا این روزنامه ها رو کاغذ، مثلا رو کاغذ چاپ بشه، روزنامه ها دچار مشکل نشه، اصلا کی میخونه اینا رو؟ دقیق فهمید. حالا ارز مثلا کاغذ حذف شده، 70 میلیارد دلار رو ما خرج عطینا کردیم، از بین بردیم فقط در این 4 سال. میدونید 70 میلیارد دلار یعنی چی؟ یعنی ما میتونستیم از نظر حمل و نقل ریلی برای حداقل حمل و نقل باری به سطح آلمان برسیم، به سطح کشور آلمان برسیم. دقیق میفرمایید، یعنی اینجور ما داریم تخریب میکنیم کشور رو. کجای دنیا اینطور با ثروت برخورد شده؟ و این رو ما اونجا نمیریم خرج کنیم، اینجا میریم خرج ایجاد تورم میکنیم به مکانیزمی که خدمتون توضیح دادم. اما یک مورد دیگر هم بوده، از سال 92 تا سال 97 اتفاقی که افتاد این بود که چون تورم ما خیلی پایین بود، مثلا 8% تورم مصرف کننده بود، 0% تورم تولید کننده بود، نظام بانکی میمد سود میداد 20% 18%. من نمیدونم شما اون زمان در بازار سرمایه بودی؟ بله. بازار سرمایه، اصلا نه فقط بازار سرمایه، کل بخش واقعی اقتصاد تقریبا منهدم شد. دقیق میفرمایید، اونجا چی کار میکردیم؟ اونجا چون سود سپرده روی سپرده ها سود بالا میدادیم، اونم موجب تورم شد. دقیق میفرمایید، همیشه سود سپرده موجب تورم نمیشه. اگر سود سپرده به مراتب بالاتر از نرخ تورم باشه، خود سود سپرده هم از قضا سرکنگبین صفرا فزود. سود سپرده ای که معمولا میگن سود، اگر سود سپرده رو افزایش دادی یا نرخ اوراق دولتی رو افزایش دادی، موجب کنترل تورم میشه. ولی اگر شما خاطرتون هست، فکر کنم سال 96 بود، نرخ اوراق رسید 35%. دقیق بفرمایید، اینها فاجعه است در اقتصاد دنیا، چون وقتی میخوان نرخ بهره رو تغییر بدن، 25 بیسس پوینت تغییر میدن. حالا این دو هفته پیش که اتفاق افتاد که فدرال رزرو آمریکا 50 بیسس پوینت 0.5% نرخ بهره رو افزایش داد، این یک بی سابقه بوده در مثلا 10-15 سال اخیر. دقیق بفرمایید، پس بنابراین خیلی با طمأنینه باید این نرخ‌ها افزایش پیدا بکنه، ولی شما می‌بینید که در کشور ما متأسفانه هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه مقام ناظر، مقام سیاستگزار نمی‌پذیره. پس 4 دلیل رشد نقدینگی رو من خدمت شما توضیح دادم که به تورم انجام میده. دلایل دیگری داره، بعداً خدمتتون توضیح خواهم. بسیار عالی، بسیار عالی. ما تقریبا تو زمان دهه جنگ سرد شاهد بودیم که توی اکثر کشورهای اروپایی تورم سنگین بود. همین آلمانی که شما مثال زدید، دولت اوراق مشارکت منتشر می‌کرد با بهره 18% 19%. خیلی از کشورهای اروپای شرقی عملا زیر فشار تورمی له شدن. حتی یه خود بیایم نزدیکتر، تو دهه 50 شمسی ما مثلا تورممون هلوش 8-9%، 7%، 8% بود. امریکا 15-16% تورم داشت اون دوران. چه اتفاقی افتاد؟ اونها تونستن سر و سامون بدن، وضعیت رو به سامان بکنن، ولی ما برعکس عمل کردیم، یعنی به یک شکل دیگه ای رفتیم. آیا میتونیم صرفا وصلش بکنیم به اون عدم کفایت دانشی، سیاسی، اقتصادی دولت مردان و تیمی که میاد سر کار، یا نه ریشه های دیگه داره؟ چون اینجوری حس میشه که یه مقداری مصلحت اندیشی هم میکنن. مثلا ما اگه ساختار رو سیاسی کشور رو به 3 قسمت تقسیم بکنیم، یه قسمت مردم باشن، یه قسمت بنگاه‌ها و یه قسمت دولت، عملا تو دوره‌های مختلف یه مصلحت اندیشی باعث می‌شد که طرف مردم گرفته بشه، یه بخشی طرف بنگاه‌ها گرفته بشه، یه بخشی هم طرف دولت. مثلا
به شرکت ها سوبسید داده میشه توی یه دوره، بعد گفتن نه ما دیگه سوبسید نمیدیم، آقا ما خوراک ارزون نمیدیم، بعد سمت مردم گرفتن گفتن آقا ما مثلا حقوق شما رو 50-60% میبریم بالا، بعد دولت سمت خودش رو گرفته گفت آقا من چرا باید مثلا مواد اولیه به شما ارزون بدم. عملا این مصلحت اندیشی ها فشار خیلی خیلی زیادی به اقتصاد وارد کرده. همین ارز 4200 که شما فرمودید 4 سال الان پدر اقتصادو درآورده. اگه بخوایم تو یک اشل کلام قضیه نگاه بکنیم، غربی ها چی کار کردن؟ خب خیلی هم دور نیست، ما در مورد 200 سال پیش حرف نمیزنیم. امریکا همین 40-50 سال پیش، اروپا نزدیک 70-80 سال پیش دقیقا همین شرایط داشتن، حتی تصاویرش هم هست که با فرغون پول میبردن برای اینکه مثلا دو تیکه نون بخرم بیان خونه، حتی تو همین کشور آلمان. چه اتفاقی اونجا افتاد که تغییر کلان ایجاد کردن و ما چی کار کردیم از اون اول انقلاب و حتی اواسط دهه 50 که برعکس شد شرایط ما؟ احسنت بر شما، بسیار سوال خوبی رو فرمودید. البته توضیحاتی رو باید خدمتون بدم در این مورد. ببینید، ابر تورمی که در آلمان به وجود اومد در بین دو جنگ بود، به دلیل اینکه غرامت خیلی بالا بود، غرامتی که به دولت و کشور آلمان تحمیل کردند. خب دولت چیکار میکرد؟ دولت میرفت ارز میخرید و این ارز رو صرف پرداخت غرامت میکرد. این بود که قیمت ارز به شدت افزایش پیدا کرد، ارز که میخواست بخره خب پول چاپ میکرد. این شد که به تورم چند میلیون درصدی رسید. کمتر اینجور اتفاقی در دنیا افتاده. ما تقریبا تمام فجایع اقتصادی دنیا رو خودمون هم آزمایش کردیم. ما بزرگترین آزمایشگاه نظریات ورشکستگی اقتصادی دنیا هستیم. نمونهش خدمت شما عرض کنم، در سال گذشته دولت محترم ارز از بازار آزاد خریداری میکرد با نرخ 24 تومن، 25 تومن، 26 تومن، بعد این رو با نرخ 4200 تخصیص میداد. بعد این افرادی که این ارز 4200 رو دریافت کرده بودن، این ارز 4200 رو از کشور خارج میکردن که در واقع به عنوان صدقه به فرزندانشون میدادن، به خانواده‌هاشون که اکثرا هم خارج از کشور هستن، که زندگی آرومی داشته باشن. آفرین. یعنی ببینید، یعنی دقیقاً این کی انجام شده در آلمان؟ دقیقاً 100 سال پیش. 100 سال پیش در آلمان یک چنین فاجعه‌ای اتفاق افتاده و بر تورم انجام میده. بعد از 100 سال ما داریم اجرا میکنیم. بعد اقتصاددان ما میاد میگه که بی‌لیاقتی دولت رو مگر مردم باید تحمل کنند؟ یعنی داره تایید میکنه این سیاستی که داره انجام میشه که کشور ما رو میتونه در عرض یک سال از بین ببره، اگر این سیاست مخرب ادامه پیدا کنه. دقیق میفرمایید. این یک. بعد از جنگ جهانی دوم کشور مجارستان تورم بسیار ابر تورم داشته. دقیق میفرمایید. اونم به خاطر عواقب حاصل از جنگ بوده و اشکالات در سیاست گذاری پولی وجود داشت. اما از دهه 1960 و در دهه 1970 اتفاقی که افتاد این بود که فهم نادرست اقتصاددانان از اقتصاد کینزی، اون زمان اکثر اقتصاددانان کینزی بودند. دقیق میفرمایید، اقتصاددانانی که در دنیای کاپیتالیستی معتقد به یک سری سیاست‌های چپگرایانه بودند، معتقد به دولت بزرگ بودند، معتقد به مداخله دولت بودند و برداشت این بود که حالا تورم انقدرم بد نیست، تورم موجب رشد اقتصادی میشه. دقیق میفرمایید، اینها باعث شد که در بسیاری از کشورهای جهان تورم‌های بالا شکل بگیره. نمونه مشخص کشور برزیل، نمونه مشخص کشور آرژانتین، نمونه مشخص اسرائیل. اسرائیل کشوریه که تعداد زیادی اقتصاددان در دنیا داره. دقیق میفرمایید، مثلا یکی از مهمترین اقتصاددانان کلان در دنیا یک زمانی شد رئیس بانک مرکزی اسرائیل. دقیق میفرمایید، آقای فیشر رئیس بانک مرکزی اسرائیل. یعنی ببین چقدر، مثلا یا مثلا رئیس بانک مرکزی امریکا، مثلا آقای برننکی آمریکاییه ولی ایشون یهودی هستند، البته اکثرشون یهودی بودن، آلن گرینسپن هم یهودی بود. دقیق میفرمایید، اما مسئله اینجاست که اسرائیل خب دسترسی به این در واقع اندیشمندان و دانشمندان اقتصاددانان برجسته دنیا داشت. اون زمان تورم این کشور به 1000% هم رسید. چرا؟ برای اینکه تصورش این بود اگر تورم به وجود آوردی به نفع اقتصاد هست. کم کم افرادی مثل آقای لوکاس، مثل آقای فریدمن، افرادی اومدن نهیب زدن، تذکر دادن که آقا تورم مطلقا نمیتونه برای رشد اقتصادی مناسب باشه، بلکه نامناسبه. این درکی که الان اقتصاددان ایرانی خیلی وقتا نداره ولی مردم کوچه و بازار دارند. یعنی پس ذهن اقتصاددانان ما که اغلب در دهه 1960 میلادی فریز شدن و حاضر نیستن حتی کتاب مرجعشون رو تغییر بدن. الان کتاب مرجع
دوره دکترای اقتصاد در ایران، شما بخواید برید آزمون کنکور دکترای اقتصاد بدید، کتاب آقای برنسونه که 50 سال پیش نوشته شده، اصلا حاضر نیستن تغییرش بدن، میگن علم همینجا وایساده. دقیق میفرمایید. خب پس برداشت یک زمانی در علم اقتصاد وجود داشته، به خصوص علم اقتصاد کینزیان و پست کینزیان، که تورم موجب در واقع زیان اقتصاد نیست و دولت باید مداخله بکنه برای ایجاد رشد اقتصادی. از دهه 1980 این قضیه تغییر کرد، به خصوص آقای ولکر در بانک مرکزی امریکا که واقعا بی‌نظیر کار کرد، یعنی به سرعت تورم رو کاهش داد. جهت اطلاع شما، چون من فکر می‌کنم برخی از افرادی که اینجا حضور دارن فعالان بازار سرمایه باشن، اون زمان اتفاقا حدود تجربه نشون میده بین 6 ماه تا 1 سال و نیم ممکنه که سیاست ضد تورمی روی بازار سرمایه تاثیر منفی بگذاره، اما بعدش بازار سرمایه منفجر خواهد شد، یعنی به شدت رشد خواهد کرد. در امریکا انقدر بازار سرمایه رشد کرد بعد از کنترل تورم که در 1987 به بحران رسید، یعنی در یک روز، در دوشنبه سیاه اکتبر، بلک ماندی اف اکتبر 1987، در 1987 در روز دوشنبه سیاه بازار بورس آمریکا 23% سقوط کرد. چرا سقوط کرد؟ چون بابل شکل گرفته بود، حباب شکل گرفته بود، چون بازار خیلی گرون شده بود. چرا بازار گرون شده بود؟ رشد حجم پول که کنترل شده بود، که تورم که کنترل شده بود. شما وقتی تورم رو کنترل کنید، دقیقا من ارزش ذاتی سرمایه گذاری به شدت افزایش پیدا میکنه. دیسکاونت ریت یا نرخ تنزیلی که شما روی جریان نقد انجام میدید به شدت کاهش پیدا میکنه. همینجا یه گریزی بزنم، ابزار کنترل تورم بخشش بازار سرمایه است، یعنی بخشش اوراق در ابتدای کار، بعدم بازار سرمایه است. منابع رو شما انتقال بدید به بازار سرمایه، شرایطی رو به وجود بیاری که ارزش ذاتی سهام افزایش پیدا بکنه، ارزش ذاتی سرمایه‌گذاری افزایش پیدا بکنه، اون مقدار حجم پولی که قبلا خدمت شما عرض کردم که به اندازه کافی براش کالا و خدمات وجود نداره، ممکنه به اندازه کافی واسش دارایی وجود داشته باشه، سهام براش وجود داشته باشه، بره سهام بخره، بره خونه بخره، بره ملک بخره، بره زمین بخره، و این وضعیت به تعادل برسه و شما برسی به تورم تارگت 2%. به نظر من در اقتصاد ایران ما یه چیزی حدود شاید 18 ماه فرص نیاز داریم که وارد شرایط در واقع تورم نزولی بشیم، و یه چیزی حدود 3-4 سال احتیاج داریم که برای همیشه با تورم خداحافظی کنیم. ولی خب متاسفم، البته متاسفم نیستم، یعنی من نمیدونم، من نمیفهمم چرا، یه مسئله که اصلا کار سختی هم نیست، بیش از 180 کشور جهان تورم رو کنترل کردن، صلاح مملکت خیش خسروان دانن، من نمیدونم چرا خسروان به این نتیجه نرسیدن که تورم رو کنترل کنن. بله، حالا اگر سوالی هست من در خدمتتون هستم. بسی که وجود داره اینه که ما توی اقتصادمون، حالا نمیدونم، ما چون خیلی درگیر بورس بودیم به این نتیجه رسیدیم که عموما بورس ما گره خورده به تورم. موقعی که تورم بالاست، بورس هم رونق خیلی خوبی داره. حالا چون اهرم هم وجود داره، چندین برابر تورم ممکنه بازه ایجاد بکنه. مثلا توی شرایطی ما 50% تورم داریم، ولی سهم ها 500-600%، 400% بازه ایجاد میشه. بحثی که الان هست اینه که چرا توی اقتصاد ما کاهش تورم عملا به نوعی اثرات منفی رو بازار سرمایه میذاره. یعنی مثلا توی کشور مثل امریکا، حالا این یکی دو سال بذاریم کنار، توی کل دولت ترامپ مثلا تورم در حد 2-3% بود، ولی بورس رونق خیلی خوبی داشت. الان خیلی راحت شما بیا یه آمار بدید که آقا به شکل عملی هم تورم مثل به 10-12% خیلی راحت بازار بورس داره میتونه 40-45% سقوط بکنه تحت تاثیر این تورم. اینو میخوام یه ارتباطی بین تورم و بورس به من بگید و یه پیشبینی از آینده تورم توی ایران و اثری که میتونه روی بازار بورس تهران بذاره. این یه موضوع، اینو توضیح بدید بعد من سوال بعدش میپرسم. بله بله، این سوال خیلی مهمیه، ممنون اینجا متوقف کردید که من حتما خدمتون توضیح بدم. ببینید، وقتی که شما وارد شرایط تورمی میشید، وقتی مردم متوجه میشن که ارزش پولشون داره از بین میره، دقت میفرمایید، مردم میرن دنبال سیف هیون میگردن، دنبال یک مکان امنی میگردن برای سرمایه گذاری که بتونن ارزش پول خودشون رو حفظ کنن. من روزانه تعداد زیادی پیام دریافت میکنم در همین اینستاگرام، پیامای زیادی دریافت میکنم، افراد میپرسن که چگونه ارزش پولمون رو حفظ کنیم. دقیق میفرمایید، یکی از مهمترین در واقع ابزارها برای حفظ ارزش پول این هست که در دارایی های کاغذی یا در دارایی های
غیر مادی سرمایه گذاری صورت بگیره، که این دو نوع سرمایه گذاری هم بیشتر نیست، یکی اوراق هست یکی سهام هست. حالا میتونه مشارکت مثلا در صندوق های جسورانه باشه، اونم یه نوع مشارکت و یک نوع سهام هست. دقیق میفرمایید. اما علی ای حال مردم وقتی متوجه میشن ارزش پولشون داره از دست میره، سعی میکنن که هجوم ببرن. این رفتار گله‌ای یا هرد منتالیتی شکل میگیره، هجوم میبرن به سمت بازارهای مختلف. هر بازاری که ببینن در حال رشد، مردم به سمتش هجوم میارن، سرمایه گذاری میکنن. اگر ببینن بیش از حد دلار داره افزایش پیدا میکنه، دلار خریداری میکنن. اگر ببینن سهام داره رشد میکنه، سهام خریداری میکنن. اگر ببینن مسکن داره رشد میکنه، مسکن سرمایه گذاری، در واقع در مسکن سرمایه گذاری میکنن. اگر هیچ جا نبینن رشد بکنه، شروع میکنن به خریدای روزانه شون. یعنی باعث میشن که، یعنی اگر شما جلوی بازارهای دارایی رو گرفتی، نذاشتی بازارهای دارایی رشد کنه. ببینید این من وقتی عرض میکنم اصلا ضعف دانشی و ضعف تحلیل در اقتصاد ایران فاجعه باره اینه که زمانی که شما میبینید تورم به وجود اومده، زمانی که میبینید مثلا قیمت ارز داره افزایش پیدا میکنه، بعد یه حالا شیر پاک خورده ای که اصلا من فکر نمی کنم در عمرشون اینها یک روز درس مثلا اقتصاد خونده باشن یا درس مالی خونده باشن، مثلا میاد آتی های سکه رو متوقف میکنه که جلوی تورم رو بگیره. من در این کشور بعد از ارز 4200 حماقتی به این بزرگی ندیدم در 4 سال گذشته. یعنی یکی ارز 4200 که فاجعه اکبر بوده، اینم فاجعه اصغر بوده. دقیق میفرمایید که مثلا چرا حالا چرا این مهم بود؟ برای اینکه در بازار آتی مرتب قراردادی بین خریدار و فروشنده به وجود میاد و اوپن اینترست بالا میره. یعنی این مثل یک مثلا چیزی باد میکنه، مثل بادکنکی بزرگ میشه. این بادکنکی که بزرگ میشه هوای بیشتری جذب میکنه، هوای بیشتری داخل خودش نگه میداره، اون هوای بیشتر نقدینگیه، این نقدینگی رو حبس میکنه در اون قرارداد. دقیق میفرمایید. بنابراین این نوع ابزارها، این بازارهای مالی نقش خیلی مهمی میتونن در کنترل تورم داشته باشن. دقیق میفرمایید. به خصوص بازار مشتقات و بازار سهام. دقیق میفرمایید. پس خیلی طبیعیه که اگر به خصوص اگر که نرخ تورم تغییر کرد، یعنی چی؟ تورم خودش تغییر سطح عمومی قیمت هاست. حالا اگر قبلا تورم شما بوده 20%، الان تورم شما بشه 40%، این نگرانی مضاعف در کشور به وجود میاره، در میان فعالان اقتصادی به وجود میاره. به تجربه فعالان اقتصادی به تدریج دریافتن که بازار سهام در شرایط تورم، و به درستی دریافتن که بازار سهام در شرایط تورمی به طور متوسط بهتر از بقیه بازارها عمل میکنه. دقت میفرمایید. و این بسیار مبارکه. ببینید اینها رو، این شناخت رو جامعه ما مثلا 15 سال پیش نداشته. خب و الان هست که من عرض میکنم تمام ابزارها برای کنترل تورم الان در ایران هست، ولی سوء مدیریت متاسفانه وجود داره و ضعف دانش. البته خب بعضی از افراد اومدن ادعا کردن که اصلا بورس عامل تورمه. البته چیزشون درست، توضیحی که دادن نادرست نبود. میدونید توضیح دادن، گفتن که اگر حفظ بورس با استفاده از پول بدون پشتوانه انجام بشود، می تواند موجب تورم بشود. دقت میفرمایید. ولی خب میتونن اطلاعی بدن بگن دولت تضمینی ندهد نسبت به بازار سرمایه که حتما من این سطح مثلا شاخص رو حفظ میکنم. دقت میفرمایید. هشدار درستی بود، در سال 99 داده شده بود. اما خب خود این همین افراد، این 25 نفر، دو ماه قبلش در یک نامه دیگری که 50 نفر امضا کرده بودند، توصیه های کرده بودند که به افزایش تورم و به افزایش هجوم به بازار سهام انجامید. دقت میفرمایید. خب اینها اشکال داشت، ولی اون استدلالی که آورده بودند استدلال درستی بود که اگر دولت بره به سمت اینکه مثلا بخواد بازار مسکن رو کنترل کنه یا بازار سرمایه رو کنترل کنه از طریق چاپ بدون پشتوانه پول، برداشت از صندوق توسعه ملی دقیقاً چاپ بدون پشتوانه پول ها، هیچ فرقی با هم نداره. شما چه نفت بفروشی پولشو بدی به بانک مرکزی، چه از صندوق توسعه ملی برداری پولشو بدی به بانک مرکزی، از بانک مرکزی پای پولی یا پول پرقدرت دریافت میکنی، اون پول پرقدرت در نهایت موجب رشد نقدینگی و رشد تورم خواهد شد. دقت میفرمایید. پس بنابراین برداشتی که فعالان بازار پیدا کردن، همین بنده چرا من الان در بازار سرمایه فول سهم هستم؟ چرا؟ خب من بالاخره کارم اینه دیگه، کارم بالاخره اقتصاد. حالا اگر من به عنوان فعال بازار سرمایه هم شما در نظر نگیرید، بالاخره به عنوان اقتصاددان فکر میکنم خیلی زیاد، تعداد زیادی حتی کسانی که با منده خصومت هم دارن به عنوان اقتصاددان قبول دارن. دقت میفرمایید. خب برای اینکه شرایط تورمیه، برای اینکه دولت هیچ گونه تضمینی برای کنترل تورم نداده، برای اینکه تورم در ایران دو ساله که تکلیف قانونیه بر اساس لایحه بودجه سال 1401
اگر دولت تخطی بکنه میتونن مسئولین دولتی رو زندان کنن. دقیقا قانون شده، مجلس تصویب کرده، شورای نگهبان تایید کرده که در کشور در سال 1401 ما تورم داشته باشیم. این فاجعه است از نظر سیاست گذاری اقتصادی، ولی معنیش این هست که بازار سرمایه میتونه رشد خیلی بالایی داشته باشه. آیا تا امروز داشته؟ خیر. از کجا میگم خیر؟ شما ممکنه بگید که خب بازار که خیلی خوب بود از روز مثلا از هفته اول فروردین، اولین روزی که بازار باز شده تا امروز بازار وضعیت خوبی داشته دیگه. من عرض میکنم تعادل هست بین ورود و خروج پول حقیقی. وقتی اگر چون اون شرایط تورمی که ما عرض میکنیم، شما ممکنه یه دفعه با سیل نقدینگی از طرف حقیقی ها به بازار مواجه بشید. یعنی تازه همین وضعیتی که شما الان میبینید رونق در بازار سرمایه به وجود اومده ممکنه خیلی خیلی بیشتر باشه. منتها البته بازار سرمایه تهدیدی هم داره که این تهدید در گذشته بارها اجرا شده. افرادی بودن در بازار سرمایه، مثال میزنم اگر دوستان خواستن برن تحقیق کنن ببینن چنین چیزی بوده یا نبوده، بین 5 تا 10 مهر در تاریخ دقیقی شادم نیست، فکر میکنم 7 یا 8 مهر بود، صبح اول وقت بازار همه مثبت 5 بود، ساعت 10 صبح تبدیل شد به منهای 5. چه اتفاقی افتاد؟ یک سری حقوقی بودن که پول نقد داشتن، بازار رو در واقع عرضه کردن، بازار رو ریختن، خودشون خریداری کردن، بعدن چه حقیقیشون چه حقوقی خودشون، دقیقا فهمید بازار رو دستکاری کردن. این اگر در کشور دیگری در دنیا انجام میشد اون افراد زندان میافتادند. اما الان نزدیکان اون افراد که این کارا رو کردن همه مناصب خیلی بزرگی خیلی مهمی رو در همین دولت جدید انقلابی دارن. دقیق میفرمایید. حالا ممکنه اون فرد بگن فرار کرده، ولی این رسم بود. الان من میدونم که برخی از نقدیون اینها در بازار هستن، ممکنه که برن به سمت اینکه بازار رو بخوان تخریب کنن. یکی دو حمله ایزایی هم انجام شد، موفق نبوده تا الان. ولی مسئله اینجاست که رشد نقدینگی بسیار بالاست، تورم بسیار بالاست. این تورم موجب شده که از نظر بنیادی هم شرکت‌ها تقویت بشوند. یعنی بنده فقط تحلیلم روی جریان نقدی نیست. دقیق می‌فهمید تورم باعث شد که شما الان اگر بسیاری از صورت‌های مالی رو، بسیاری از گزارش‌های ماهانه رو شما دریافت کنید، ناگهان نگاه می‌کنید می‌بینید نسبت به سال گذشته 100%، 200%، 300% سوداوری یک شرکت افزایش پیدا کرده. این باعث قیمت تقریبا سهامش در نهایت منعکس میشه دیگه. دقیق می‌فرمایید. پس ما رشد ناشی از تورم در بازار داریم. این خیلی رشد دلچسبی نیست، چون خیلیا حتی در بازار رشد می‌کنن ولی از تورم جا می‌مانند. بهتر این بود که در بازار سرمایه رشد ناشی از رشد اقتصادی می‌داشتیم، رشد ناشی از کاهش نرخ در واقع بیکاری، افزایش اشتغال می‌داشتیم. دقیق می‌فرمایید. بازار بورس ژاپن چطور به مدت 20 سال 30 سال همواره در حال رشد بود؟ از 1970 این بازار رشد کرد تا حدود سال 2000. چرا؟ همه مردم مشغول به کار بودن، درآمد داشتن، پس‌اندازش این پس‌انداز رو در بازار تزریق می‌کردن و در بازار سرمایه‌گذاری می‌کردن. این شد که اصلا جریان‌های متعدد به وجود آمد که این کشور به شدت ثروتمند شد. من توصیه‌ام اون هست که ما بریم مثلا سیاست‌هایی که در ژاپن اجرا شده، در کره جنوبی اجرا شده رو در ایران اجرا کنیم. علی ای حال به صورت اسمی بازار سرمایه داره رشد می‌کنه، از نظر فاندامنتال هم به صورت اسمی وضعیت بسیار مناسبی الان پیدا کرده. بسیار عالی، بسیار عالی. مرسی دکتر عزیز، خیلی خیلی محبت کردید. اگه بخواید یکی دو تا رفرنس خیلی خوب معرفی بکنید که دوستان، غیر از میدونم یک کلاس درجه یک اخیراً شروع کرد، حالا نمیدونم دورش کی شروع میشه، یکی دو تا کتاب درجه یک اگه بخواید یه رفرنس خوب معرفی بکنید به دوستان که مطالعه بکنن، چی معرفی میکنید؟ بله احسن بر شما. ببینید یک کتابی رو من چندین ساله که تاکید میکنم کتاب افراد خریداری کنند و بخونن، انتشارات دنیا اقتصاد چاپ کرده به نام نبرد با رکود. دارم تا این کتاب آقای کروگمن نوشته، اقتصاددان تقریبا چپ در امریکا، یعنی در میان اقتصاددانانی که جایزه نوبل گرفتن شاید چپترین اقتصاددان آقای کروگمن باشه. آقای کروگمن بنده همه در واقع توصیه‌هاش رو تایید نمی‌کنم، ولی خودم در کلاس اقتصاد خورد که از هفته پیش آغاز کردم و انشالله 6-7 ماه ادامه پیدا می‌کنه، چون من مثل سال گذشته که علم اقتصاد کلان رو کامل تدریس کردم در 130 ساعت، بنا دارم امسال از هفته پیش شروع کردم علم اقتصاد خرد رو تا نیمه اول سال، شاید مثلا تا مهر طول بکشه، شاید تا آبان طول بکشه، دو تا کتاب اصلی اقتصاد خرد در دنیا، یعنی اقتصاد خرد آقای کروگمن، همین برنده جایزه نوبل که خدمتتون عرض کردم،
و کتاب اقتصاد خرد آقای منکیو، هر دو رو میخوام به صورت کامل، کلمه به کلمه، جمله به جمله میخوام تدریس کنم و شروع کردیم خدا رو شکر. کسی بخواد میتونه الان اضافه شه؟ بله بله، مشکل نداره. البته دو جلسه الان برگزار شده، ضبط شده، به فیلمش دسترسی دارن دوستان. اما ببینید، این آقای کروگمن یک کتاب دیگری داره به فارسی ترجمه شده به نام نبرد با رکود. این نبرد با رکود در اوج شرایط بحران اقتصادی امریکا نوشته شده. نوع نگرشی که آقای کروگمن در اون کتاب داره ارائه میده در زمینه سیاست‌گذاری اقتصادی و در واقع بازگشت به رونق در اقتصاد خیلی برای ما خوبه، مهمه و در به تحلیل اقتصادی افراد کمک میکنه. دقت میفرمایید، این یکی کتاب هست که من توصیه میکنم که دوستان بخونند. و کتاب های دیگری هست، حالا من خودم در فکر هستم، اگر دوستانم در جمع مثلا در این لایوی که یا خود حضرت عالی یا دوستان دیگری، اگر که بشه ما یک جمعی رو به وجود بیاریم، من خودم میتونم مثلا یک کتابخونی اقتصادی راه بندازیم. خیلی کمک عالی. میکنه. خیلی عالی. ببینید، ما در ایران افراد آشنا نیستن با کیس های اقتصادی. کیس خیلی مهمه، یعنی یک شرایط رو بیا ترسیم کنی، توضیح یه مثل رمان میمونه. دقت بفرمایید، مثلا بگیم سال 2008 در امریکا این اتفاق افتاد، بعد سیاست گذار پولی این کار انجام داد، بعد نتیجهش این شد. دقت بفرمایید، این مخصوصا در زمینه اقتصاد خرد خیلی کمک میکنه به تحلیل اقتصادی. دقت میفرمایید، و در این مورد مثلا فریکونامیکس مثلا یکی از کتاب ها بوده. کتاب های متعددی در طی 10 سال گذشته برای عموم در اقتصاد نوشته شده. نمیدونم که چند تاش در ایران ترجمه شده، باید بررسی کنم خدمتتون عرض کنم. کتاب های بسیار مهمی نوشته شده که اومده یک آشتی ایجاد کرده بین اقتصاددانان و عامه جامعه. و این کتاب ها بسیار بسیار کتاب های خوبی هست، بسیار کتاب های شیرینی هست که میتونه کمک کنه. اما یک نکته ای که من چرا حالا رفتم اقتصاد خرد پارسال، اقتصاد کلان پارسال تدریس کردم، اقتصاد خرد و امسال دارم تدریس میکنم، چون این کتاب هایی که در دانشگاه MIT و دانشگاه هاروارد و دانشگاه پرینستون نوشته شده و تدریس میشه، تعداد زیادی از این کیس استادی ها داره. مثلا کتاب کتاب آقای کروگمن، کتاب اقتصاد خردش اگر ملاحظه بفرمایید 1300 صفحه است. 1300 صفحه رو ما میخوایم تدریس کنیم در طی 6 ماه آینده. علاوه بر اون میخوایم کروگمن هم تدریس کنیم، منکیو هم میخوایم تدریس کنیم. این 1300 صفحه چرا اینقدر زیاد شده؟ چون تعداد زیادی داستان داره. اقتصاد رو باید از طریق داستان یاد گرفت، اقتصاد باید از طریق کار یاد گرفت. ببینید، من منتقد بازار سرمایه هستم، منتقد مدیران بازار سرمایه هستم، منتقد پیشکسوتان بازار، فعالان بازار هستم. اما یه چیز رو خدمتتون عرض کنم، ای به می جمله بگفتی هنرش نیز بگو. در میان کل در واقع فعالانی که در بازار اقتصادی ایران حضور دارن، به نظر من بهترین تحلیل رو فعالان بازار سرمایه میدن. چرا؟ برای اینکه با پوست و گوشت و استخون خودشون ریسک رو متوجه شدن، متوجه میشن اگر تحلیل در مورد نقدینگی اشتباه باشه به کجا میرسه. وزیر اقتصاد ما که اگر تحلیلش اشتباه باشه که به جایی نمیرسه، این حقوقش رو دریافت میکنه، بازنشستگی رو دریافت میکنه، آخر هفته تشریف میبره مثلا دماوند، از باغ لذت میبره، از ویلاش لذت میبره، هیچ گونه فیدبکی دریافت نمیکنه که من این اشتباهی که در مورد پالایش یکم و دارایی یکم سال گذشته دو سال پیش انجام دادم به کجا میانجامه. دقیقا میفهمم. البته الان بهترین گزینه های سرمایه گذاری در بازار، من فکر کنم بهترین گزینه سرمایه گذاری الان در بازار همین سهام پالایش هست که خدمت شما الان اسم آوردن، ولی اون سیاستی که دو سال پیش اجرا شد بسیار سیاست مخربی بود. دقیقا میفرمایید، ولی هیچ گونه فیدبکی نمیگیرند. فعال بازار سرمایه فیدبک میگیره، اگر درست تحلیل نکنه زیان خواهد دید. و این باعث شده شما همین امروز رو ببینید آقای آزادی، من میدونم شما بیش از 10 ساله که در بازار سرمایه حضور دارید، درسته؟ من از 1371 در بورسم، من از 82 در بورس ایران 1371 بودم. بله، 19 ساله من. ببینید شما 19 ساله در بازار هستید، قطعا تصدیق میکنه صحبت بنده رو که صدای من رو دارید؟ بله، بسیاری در بازار حضور دارن، شما تصدیق میفرمایید. افرادی که تحلیل نادرست داشته باشن از بازار حذف میشن. بنابراین اگر بخوام نتیجه گیری کنم، این هست که در واقع توصیه اکید بنده این هست که در عمل، learning by doing، در عمل سعی کنید اقتصاد رو بیاموزید. در رشته خودتون، در حرفه خودتون سعی کنید نکته به نکته، یک علم کلاسیک اقتصاد وجود داره، این رو بخونید، کتابش رو بخونید، در دوره خاصی شرکت کنید،
دقت می‌فرمایید، در عمل سعی کنید همونها رو ببینید، همونها رو اجرا کنید، ببینید که همین مسئله ارز 4200 در کشور دیگه هم چنین اتفاقهای افتاده، چنین فجایعی منتها ادامه پیدا نکرده، چون فیدبک مردم گرفتن، چون مردم مطالبه گری داشتن و اجازه ندادن که وضع اقتصاد بیشتر از این خراب بشه، تخریب بشه. بنابراین کتابای متعددی هست که اخیراً اقتصاد با در واقع زندگی روزمره یک آشتی برقرار کرده و من میتونم حالا بعداً هم کتاب‌ها رو یکی یکی بنا، یعنی بنا دارم که اصلاً بنا دارم یک جنبش کتابخانی اقتصادی به صورت گسترده راه بندازم. حالا بضاعتم، یعنی بضاعت لوجستیک من کمه، یعنی من خودم تنها دارم کلینیک اقتصاد رو اداره میکنم، بالاخره مشاوره اقتصادی هم میدیم، بالاخره سعی هم میکنیم وضعیت سیاست گذاری اقتصادی کشور رو نجات بدیم، ولی اگر شما زحمت بکشید همکاری کنید، بقیه دوستان هستن که در لایف هستن، ما یک در واقع یک تلاشی کنیم که سطح تحلیل اقتصادی انشالله در ایران ارتقا بدیم. بسیار عالی. ما بنا نبود این لایو رو ذخیره بکنیم، چون ممکن بود حرفایی زده بشه که بعداً برای شما ممکن مثلا مشکل ایجاد بشه، ولی چون حرفی زده نشد بر اساس منطق زیر واقعیت‌ها گفته شد، اگر زیدید ما این لایو رو ذخیره بکنیم. نه خواهش میکنم، شما اصلا مشکلی نیست حرفایم زده بشه، مشکل برای بنده مشکل به وجود بیاد، کشورمون 85 میلیون جمعیت، ما باید تلاشمون این باشه کشورمون نجات پیدا کنه. کشورمون ببینید ما فقط 7 8 سال فرصت داریم تا پیشرفت کنیم، تا 7 8 سال دیگه درآمد نفت نخواهیم داشت. دقت بفرمایید، حتما ضبط بفرمایید، حتما پخش بفرمایید و بسیار از شما تشکر میکنم به خاطر این لایوی که خیلی حرفه‌ای شما زحمت کشیده انجام دادید. و ببخشید اگر در بسیاری مواقع اطاله کلام صورت گرفت، این دلیلش این بود که من میخواستم مطالب جا بیفته. مرسی از محبتتون، خیلی خیلی لطف کردید تو این لایو حضور پیدا کردید. خواهش میکنم. مرسی از همراهان عزیز، مراقب خودتون باشید، خدا نگهدار.